سلام ارز میکنم خدمت شما بینندگان و همراهان همیشگی و عزیز شبکه تلویزیونی AMG با گزارش دیگه در خدمت شما دوستان و عزیزان هستیم این بار در کرونز تیاتر و برای تهیه گزارشی از نمایش هرفهی کاری از رضا کیانیان با ما همراه باشید برای دیدن چه کاری تشریف برای دقیق دیدن تئاتر ای من اینجا هستم. چیزی می‌دین راجع به نمایش؟ چیزی خوندین؟ چیزی که من خلاصه داستان خوندم چون کمدی بودش و در حقیقت حس کردم فضای مفرعی خواهد بود خاطر همین با همسرم و دوستان اومدیم اینجا که دقیق نمایش رو ببینیم تنزی که توی داستان بود خیلی به دلم نشست از بیشتر از توقعتون و انتظارتون بود این کار؟ در حدی بود که فکر میکردم و دوست داشتم خوشحالم که اومدم خسته نباشی جناب آقای خیلی ممنونم اجرا چطور بود شما باید بگی <تصفح> من اونورم دیگه شما از این وریا باید بپرسی اجرا چجوری بوده شما در مونترال گفته بودین که تماشاگر خیلی مهمه نظرتون راجع به تماشاگر تورنتو چی بود والا تماشاگرای تورنتو الان سه تا اجرا کردیم یه اجرای دیگه هم می‌کنیم یه مقداری همگون نیستن نمیدونم چرا یعنی مثل اینکه چندین نحله فکری وجود داشته باشه در تورنتو مثلا یک گروه اینجا یک گروه اونجا یک گروه اینجوری و فکر می کنم که اگه همه ایرانی ها با هم دیگه خوب باشن که خیلی بهتره قبلا کار تئاتر رو در ایران دیده بودین کار تئاتر مشخصا نه ولی خیلی از فیلم ایشون ایشون دیده بودم و واقعا چه توی های در حد کمدی چه در حد ژانرهای جدی بازیشون ایشون رو خیلی دوست داشتم آخرین در سریالی هم که دیدم سریال شهرساد بود از ایشون دیدم که واقعا بازی خیلی قوی رو داشتن خیلی بازی ها خوب بودن و اینکه داستانش هم خیلی جالب بود برام. بالاتر از بودی توقعتون بود یا انتظار همچ کاری داشتین از آقا رو داشتم. همیشه قوی یعنی ظاهر میشن من انتظارش داشتم به نظرم فوق العاده بود من اولا که از متن لذت بردم متن فوق بود و این که ذره ایرانیزه کرده بودن اون ایرانیزه کردنش هم خیلی بجا و درست بود یعنی واقعا یه فکر خوب پشت سرش بود بازی ها که خب فوق بود ولی من میخوام حالا آقای کیانیان که جای خود دارن ولی به هدایت هاشمی و دیانا فتی تبریک بگم واقعا لذت بخش بود ریتمشون خیلی درست بود و شما اصلا گذشته زمان متوجه نمی شدین طراحی نور و صحنه خوب بود دوست داشتنی بود ولی خب و قصه مهمترین خوبی این نمایش بود و با من واقعا تحت تاثیر قرار داد نمایش خیلی خوب بود آقای کیانیان به سابقه زیادی دارن کارشون واقعا حرفه‌ایه من از نمایش ندیده بودم فیلمای های سینمایی دیده بودم ولی نمایش از تئاتر ازشون ندیده بودم خسته نباشین جناب پاکدل چطور بوده تا اینجا اجراها مرسی ممنون سلام میکنم خیلی عالی بوده بالا برخوردی که اینجا شده فوق العاده بود توی مونترال همینجور و خیلی خوشحالم مرسی چه فرقی داشته اجراهای مونترال با اجرای تورنتو به نظر شما از نظر تماشاگر و استقبال تماشاگران هر دو جا تقریبا خوب بود یعنی فوق بود خوب که نمیشه گفت چون که واقعیتش اینه که توی مونترال ما حدودا بیش از ظرفیت سالن شاید 100 نفر توی سالن بودن و همه خیلی دوست داشتن و راضی بودند خدا رو شکر و اینجا هم چهار تا اجرا داشتیم که این اجرای آخر می‌بینید که دیگه واقعا با مشکل ما داریم در رو می‌بندیم که اجرا شروع بشه برگزاری چنین تئاترهایی با توجه به این تئاتر جایگاه ویژه‌ای داشت نسبت به استقبالی که مردم کردن ازش و شرایط ویژه‌ای داشت چقدر سخته آیا برنامه داریم برای در آینده هم نمایشی مثل این رو داشته باشید قطعا برنامه خواهیم داشت اصلا هم سخت نیست من از من خیلی هم لذت بخشه اومدن با گروه های تئاتری و اینا یکی از بهترین کارهایی که من دوست دارم انجام بدم و قطعا هم در آینده انجام خواهند کارهای آینده برنامه آینده به ما برنامه آینده ما کار داریم ما برنامه داریم ما فیلم داریم ما تئاتر داریم ولی باید یه ارگان های اینجا باشن که اونها ماها رو دعوت کنن که بیایم چون خودمون که نمیتونیم پاشیم بیایم دم دروازه داجار جار بزنیم بگیم ما کار آوردیم یعنی یه ارگانی باید باشه که قبلا اینجا هماهنگ کنه کار کنه مثل الان بچه‌ای که این کار رو کردن آقای پاکتل و دوستانشون خوب تونستن این کار بکنن یه ارگان دیگه هر کدوم از این بچه‌ها ولی به هر حال من خوشبختانه پارسالم تورنتو بودم امسال هم قسمت شد اومدم تورنتو چون ما نمی‌دونیم که دیگه سال بعد چی میشه اونم تو سن و سال من ان که سلامت باشین و ما باز هم شما در تورنتو ببینید من. من فقط اینو باید در اول میگفتم ولی به خاطر خستگی نتونستم در آخر میگم من به همه ایرانی ها تسریت میگم به خاطر درگذشت یه بازیگر خیلی بزرگی که توی ایران بود به اسم ناصر ملک موتی خب شما حتما تمام گزارش هایی که راجع به تشیه جنازه ایشون هست دیدید و دیدید که مردم چقدر دوستش داشتن و دارن اینجا هم حتما شما دوستش داشتین <تص> فردین هم همین بود اونم هم دق کرد و مرد چون من یه مصاحبه داشتم با آقای فردین در مورد اینکه چرا به سر مردم و نسل جوان به خصوص که با فیلم های اونا بزرگ نشدن چرا فردین رو دوست داشتن چرا ناصر ملک موتی رو دوست داشتن و چرا بهروز و وسوقی رو دوست دارن به هر حال اون دو تا بزرگمون از دست رفتن بهروز هنوز هست خدا حفظش کنه بهروز جان امیدوارم که عمر با عزتی داشته باشه همیشه پیش ما باشی ساید بالا سر ما باشه و سالم و خوب باشی میدونم که مواظب خودت هستی ولی بیشتر مواظب خودت باش چون ما همه دوستت داریم خیلی متشکرم بیشتر از این وقتتون رو نمیگیریم خسته نباشید و امیدوار متشکرم. هستیم که شما رو هم در تورنتو ببینیم ممنونم خیلی متشکرم و امیدوارم بازم بیام دیگه چه جوری نمیدونم <تصفح> مرسی <تصفح> <تصفح> بالاتر از سطح انتظارم بود یعنی فکر نمیکردم که به این خوبی باشه البته از سابقه ای که ازشون میدونستم آقای کیانیان و هنرمش دیگه خوب هستن ولی باز هم از اون چیزی که انتظار داشتم بهتر بود و واقعا لذت بردم همه چیز خوب بود یعنی لوکیشن خوب بود، نمایش خوب بود، صدا خوب بود، موزیک، نور همه چیز خوب بود. جناب آقای سراج با توجه به اینکه شبکه ای ام جی گزارش های متعددی و از نمایش ها و ایونت های هنری و تئاتری در تورنتو میگیره ما بازخورد زیادی داشتیم از اینکه این نمایش و نمایش حرفه‌ای در سطح بالاتری نسبت به سایر نمایش ها و سایر کارها برگزار شده شما به عنوان هماهنگ کننده این کار علت رو در چی بینید؟ چی باعث این جایگاه بالاتر این نمایش شده خب من خیلی خوشحالم که از شما میشنوم خب طبیعتا همونجور که از عنوان این نمایش پیداست حرفه ای تمام تلاش این مجموعه برای این بوده که یک کار حرفه ای انجام بشه از هماهنگی که از ایران ایشون تشریف بیارند و تیم قویشون همینجور برنامه‌ای که در طی این روزها براشون برگزار بکنیم از سالانی که گرفتیم از فروش بلیط ها همه اینا بر مبنای این بود که یک کار حرفه ای انجام بدیم امیدوارم که این مجموعه ای که ما تونستیم انجام بدیم برای مردم تورنتو یه جذاب جذابتر باشه و به واسطه این نتیجه ما بتونیم کار ادامه بدیم در آینده به طور خاص برنامه دارید نمایش دارید در آینده؟ بله دو تا نمایش رو الان کارشان انجام دادیم که انشالله بتونیم برای سال آینده در خدمت هموطنان عزیزمون باشیم بینندگان عزیز این هم گزارش ما بود از نمایش حرفه‌ای به کارگردانی آقای رضا کیانیان امیدوار هستیم که از این گزارش لذت برده باشید از اینکه همیشه همراه شبکه تلویزیونی ای هستید از شما سپاسگزاریم وقتتون بخیر و خدا نگهدار